پژوهش‌ها نشون دادن که این سبزی سرخ رنگ کلی فایده داره. هم انرژی رو بالا میبره، هم فشار خون بالا رو کنترل میکنه و هم باعث تقویت حافظه میشه. چی از این بهتر؟ هم الان فصلشه، هم نسبتاً ارزونه. برای اینکه ببینم تأثیر خوردن لبو یا چغندر پخته رو بدن چیه، یک هفته رو خودم امتحان کردم. نتیجه برای خودم واقعاً تعجب‌آور بود. چغندر حواسش اونقدر زیاده که آدم باورش نمیشه این ادعاها از نظر علمی درست باشه. آیا میشه به لیست فوایدش افزایش ظرفیت ورزشی رو هم اضافه کرد؟ مثلا هم بتونیم تندتر بدویم، هم با مصرف انرژی کمتر. در این گزارش بهتون میگم چند تا لبو باید در روز بخوریم تا این تأثیرات رو ببینیم و چطور باید لبو رو بپزیم تا خواصش رو از دست نده. محققان در اینجا دانشگاه اکستر در انگلستان سالهاست که دارن روی تأثیر چغندر تحقیق میکنند. پروفسور اندرو جونز رئیس یکی از تیمهای تحقیقاتی این دانشگاه. شما 15 ساله که دارید روی چغندر تحقیق میکنید. میشه بگید فواید اصلی چغندر چیه؟ بله، در واقع نیترات موجود در چغندره که مهمه. این ماده شیمیایی در بدن به نیتریت و بعد نیتریک اکسید تبدیل میشه. نیتریک اکسید مولکولیه که کارهای زیادی در بدن میکنه. یکیش اینه که باعث گشاد شدن رگ‌ها میشه و در نتیجه فشار خون رو پایین میاره. میدونید که فشار خون بالا ممکنه منجر به سکته قلبی و مغزی بشه. پس اگه بتونیم فشار خون افراد رو پایین بیاریم، کار مهمی کردیم. اتفاقا تو ایران بزرگترین عامل مرگ بیماری‌های قلبی عروقیه. در یه آزمایش از داوطلبان با فشار خون بالا خواسته شد چغندر زیادی در رژیم غذایشون مصرف کنن. بعد از چند هفته معلوم شد خوردن چند چغندر در روز فشار خون رو به طور متوسط 5 میلیمتر جیوه پایین میاره که اگر همینطور حفظ بشه خطر سکته مغزی و قلبی رو در این افراد حدود 10% کم میکنه. این تحقیقات نشون داده که حتی بعد از چند ساعت اثر مصرف چغندر روی میزان فشار خون کاملا مشهوده. ولی این به این معنی نیست که الان قرص های فشارتون رو کنار بگذارید. ولی یادتون باشه که همزمان زیاد لبو بخورید. کار دیگه‌ای که مواد حاوی نیتریک اکسید مثل چغندر میتونن بکنن اینه که جریان خون رو در بخش‌هایی از مغز که مسئول کارکردهای اجرایی هستند بهتر میکنه. کارهایی مثل تمرکز، توجه و برنامه ریزی. علاوه بر این کارکردهای شناختی بعضی افراد هم با مصرف این مواد بهتر شده، مثل یادگیری، حل مشکل و تصمیم گیری. محققان ثابت کردند که مغز افراد مسنی که هم ورزش میکنن هم چغندر میخورن شباهت بیشتری به شبکه مغز جوانها داره. یکی از فواید دیگه چغندر که بر من خیلی جالب بود اینه که توانایی فیزیکی و ظرفیت ورزشی افراد رو بالا میبره. قبل از اینکه آزمایش تأثیر چغندر رو روی خودم شروع کنم فشار خونم رو اندازه میگیرند و بعد نمونه خونم رو میبرن در یک آزمایشگاه مخصوص تا ببینن سطح نیترات خونم چقدر. بعد از اون هم ظرفیت ورزشیم رو اندازه میگیرن. یعنی زمانی که من به خستگی مطلق برسم. یکم سریع‌تر. روی تردمیل میدوام و اونا مدام سرعت رو بیشتر میکنن تا جایی که ماهیچه هم دیگه توان دویدن نداشته باشه. میتونی بری مرحله 12؟ یه مرحله دیگه. عالی. 6 دقیقه بیشتر نتونستم بدوام. سرعت رو هر دقیقه یه ذره میبردم بالا. ببینم بعد از یه هفته خوردن چغندر چقدر اوزان بهتر میشه. چقدر چغندر بخوریم که این فواید رو ببینیم؟
یه حداقلی داره. به نظر میاد حدود 6 میلی مول نیترات در روز موثره که میشه 2 یا 3 تا چغندر با اندازه متوسط. چطور چغندر رو بپزیم که تمام فواید رو تو خودش نگه داره؟ به جوشونیمش بهتره یا تو فر بپزیمش؟ در مورد جوشوندن باید حواستون باشه، چون نیترات موجود در سبزیجات در آب حل میشه و وقتی چغندر رو میجوشونید ممکن اون آب رو دور بریزین یا آبش تبخیر بشه. مفیدترین عناصرش از بین میره. بهتره چغندر رو بدون آب در فر بپزین یا کبابی کنین یا خام بخورینش. ترشی چغندر چطور؟ بستگی داره که اول جوشیده باشه یا نه. اگر نجوشیده باشه نگهداریش تو سرکه ایرادی نداره، ولی اگه اول جوشیده باشه که فکر کنم در مورد ترشی اغلب اینطوره، احتمالاً دیگه نیترات چندانی نداره. حالا 7 روز هر روز 1 استکان عصاره لبو میخورم، معادل 2 یا 3 تا لبوی متوسط. بعد از 1 هفته برمیگردم اکستر تا یه بار دیگه همون آزمایش رو انجام بدم و ببینم نتیجه بخش بوده یا نه. یکم بیا عقب‌تر. حدود 70 ثانیه بیشتر تونستم بدوم و با سرعت بیشتر. ببینم دقیقا چند درصد این لبو چغندر رو بهتر کردم وضعیت استقامت. خب این نتیجه تست ورزش روی تردمیله. میبینیم که بار اول یعنی هفته پیش 360 ثانیه دویدی یعنی 6 دقیقه. امروز 19% بیشتر رفتی، 7 دقیقه و 10 ثانیه که میشه 430 ثانیه. پیشرفت خیلی خوبیه، چون سرعت تردمیل دائم تندتر و تندتر میشد. 19% بیشتر دویدن واقعا نتیجه خوبیه. آفرین. نتیجه تحقیق رو بقیه چی بود؟ ورزشکارا به طور متوسط چقدر بهتر شده بودن؟ اولین تحقیقمون نشون داد که استقامت ورزشی با خوردن چغندر حدود 16% بهتر میشه. پیشرفت تو همین رو تایید میکنه. نتیجه تو یک کمی هم بهتر شد. تیم پروفسور جونز نتیجه تحقیقاتش رو اول از همه المپیک 2012 لندن روی ورزشکارا امتحان کرد. قبل از مسابقه به تمام ورزشکارای بریتانیایی آب لبو دادند. خیلی ها میگن مدال‌های زیادی که بریتانیا در اون سال کسب کرد بخشیش رو مدیون این پژوهش بود. خود پروفسور جونز میگه در اون روزها آب لبو در بازار تقریبا نایاب شده بود. همچین تأثیری برای ورزشکارا واقعا مهمه، چون خب ثانیه ها براشون اهمیت داره. ولی آدمای عادی چی؟ مصرف چغندر چطور میتونه تو زندگی روزمره بهشون کمک کنه؟ مثلا خودت بهم گفتی که این هفته یکم پر انرژی تر بودی. چیز دیگه هم که تحقیقات به ما نشون داده اینه که افراد بیشتر تمایل به فعال بودن و ورزش کردن دارن. همچنین برای افرادی که قدرت فیزیکیشون به خاطر سن بالا یا بیماری کم شده، این که بتونن بدون از نفس افتادن پله ها رو بالا برن یا راحت تر تا مغازه محل پیاده برن، خودش پیشرفت خوبیه. همه ورزشکار حرفه‌ای نیستن، ولی خیلی‌ها هستن که از ورزش کردن لذت می‌برن. ما بهشون میگیم دلاورای روزای تعطیل. اونا هم احتمالاً متوجه میشن که عملکردشون بعد از خوردن چغندر بهتر میشه. در مجموع هم تمایلتون به ورزش رو بیشتر میکنه، هم تأثیر تمرین‌های ورزشی رو بیشتر میکنه، که همه اینها به نظرم نتایج خوبیه. چغندر با چه مکانیزمی این تأثیر رو میذاره؟ اول اینکه میزان اکسیژنی که به اندام‌ها میرسه بیشتره و در این حال عضلات میتونن با اکسیژن کمتری فعالیت کنن. در واقع به عضله بیش از حد اکسیژن میرسه، در نتیجه کمتر خسته میشه. من 6 روز اینقدر آب چغندر خوردم. برای اینکه خوردن چغندر یا آبش فایده داشته باشه این حداقل مقدار لازمه؟ اگه فقط آب چغندر باشه احتمالاً این حداقلشه. اگرم میخواین کمتر بخورین ولی به مدت طولانی تر، اونم مفید خواهد بود.
یادتونم باشه که فقط چغندر و لبو نیست که این تأثیرات رو داره. بقیه سبزیجات برگ سبز مثل اسفناج، کاهو، شابانک یا راکت هم نیترات دارن، گرچه یکمی کمتر. اگه آگاهانه نهار و شاممون رو انتخاب کنیم، میتونیم مقدار لازم نیترات رو در وعده‌های غذاییمون بگنجونیم. اگه از همین الان دیگه آب چغندر نخورم، تأثیر همین 6 روز تا کی توی بدنم میمونه؟ فکر میکنم 1 یا 2 روز. در واقع خیلی سریع اثرش محو میشه. اگه میخواین فایدهش دووم داشته باشه، باید هر روز بخورید. چغندر خیلی سریع اثرش رو نشون میده. در چند ساعت تأثیرش رو میشه در بدن دید. ولی اگه مصرفش رو قطع کنین، همونقدر سریع سطح نیترات در بدن پایین میاد و اثرش از بین میره. اگه میخواید در مسابقه ورزشی شرکت کنید یا خودتون تو خونه ورزش کنید یا یه کاری کنید که نیاز به فعالیت فیزیکی زیادی دارید، 2 تا 3 ساعت قبل از انجام اون کار شروع کنید به لبو خوردن، چون نیترات موجود در چغندر زمان میبره تا در بدن پردازش بشه. تحقیقات نشون داده که خوردن این مقدار لبو هیچ عارضه جانبی هم نداره، فقط ادرارتون رو قرمز رنگ میکنه که اون هم اصلا جای نگرانی نداره.